یکی از غایبان اصلی مذاکرات ژنو حزب اتحاد دموکراتیک است که توسط کردها تأسیس شده و کنترل شمال سوریه را در دست دارد. با وجود اصرار روسیه بر ضرورت دعوت از نمایندگان این حزب برای شرکت در مذاکرات، اعتراض ترکیه و کمیته عالی مذاکره کنندگان مخالف بشار اسد مانع از حضور نماینده‌ای از این حزب در ژنو شد. اما دیگر گروه مخالف بشار اسد موسوم به شورای ملی کردها در مذاکرات ژنو شرکت دارد و پیشنویس قانون اساسی جدیدی برای سوریه را به استفان دمیستورا پیشنهاد داده است. حواس خلیل نماینده شورای ملی کردها میگوید: ما خواهان یک سوریه بی‌طرف هستیم که به همه تعلق داشته باشد و نه تنها به عرب‌ها یا کردها یا آشوری‌ها. امیدواریم سوریه در آینده کشوری سکولار باشد و این موضوع در قانون اساسی سوریه نیز آورده شود. شورای ملی کردها خواهان تشکیل دولتی فدرال در سوریه است، جایی که حقوق کردها حفظ شود، به ویژه آنکه رژیم بشار اسد برای سال‌های طولانی به سرکوب آنها پرداخته است.